بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت تک و تک شما بینندگان عزیز. خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر سی‌سی‌ان‌ای 200301. در این ویدیو ما شما ویلن کانفیگوریشنز یا تنظیمات ویلن در مورد بحث قرار میدیم. قسمی که در ویدیو قبلی ما شما یک نتورک را دیزاینش ایجاد کردیم و گفتیم که ما در این نتورک خود دو فلور یا دو طبقه داریم که در منزل اول ما شما هم یک سویچ بود که ما شما به نام SW1 یاد کردیم و در منزل دو هم یک سویچ بود که به نام SW2 یاد کردیم. یک تغییرات را که ما در این نتورک آوردیم یا در این دیزاین خود آوردیم این هست که در سویچ SW1 در ریکورد قبلی ما شما دو لپتاپ را وصل ساخته بودیم در پورت های 22 و 24 که هر دویش عضو HR بود، ولی حالا یکش ما عضو HR در نظر گرفتیم، عضو دیپارتمنت HR و دیگهش عضو دیپارتمنت IT. این حالا ما شما میریم که در هر سه سویچ ویلن ها را ایجاد میکنیم. وقتی ما شما ویلن را ایجاد میکنیم، هر ویلن ما شما از خود یک باید یک نمبر داشته باشه مشخصا و یک نام داشته باشه که معمولا با ویلن های خود ما شما میتونیم از 1 الی 4094 نمبر بدیم و معمولا در داخل سویچ هایی به این معنی نیست که از 1 الی 4094 ما میتونیم 4094 ویلن را ایجاد بکنیم، بلکه هر سویچ سیسکو فرق میکنه. در داخل سویچ های سیسکو ما شما متفاوت تعداد ویلن ها را سپورت کرده میتونیم که معمولا سویچ های 2960 و 2950 تا 1024 ویلن را ما شما میتونیم در داخل اونا ایجاد بکنیم. خب وقتی ما شما میریم ویلن ها را ایجاد میکنیم، گفتیم باید به هر ویلن نمبر بدیم نام. پس اینجا ما شما به ویلن IT نمبر 10 را در نظر میگیریم و به ویلن HR نمبر 20 را در نظر میگیریم. در دکورد قبلی ما شما گفتیم که هر ویلن ما شما یک نتورک یک سبنت جداگانه هست. در ریپورت ما شما به تمام دیوایس های خود از نتورک 192.168.0.24 IP آدرس داده بودیم، ولی در اینجا ما شما باید این را در نظر بگیریم که HR یک نتورک هست و IT دیگر نتورک هست. پس ما شما بگیم با IT ما شما از نتورک 10.10.0.24 IP آدرس میدیم و با HR که ویلن 20 هست میگیم با ای از 20.20.0.24 IP آدرس میدیم. پس ما شما با لپتاپ IT که در سویچ SW1 در منزل اول کنکت است این IT1 نامش رو میمانیم و ما شما میگیم که IP 10.10.1 را در نظر میگیریم و همچنان با HR که در منزل اول وصل هست 20.20.20.1 را ما شما در نظر میگیریم. خب با IT که در منزل دو ما شما در SW1 در SW2 وصل هست نام از این دیوایس خود IT 2 میمانیم و میگیم IP از این باشه 10.10.10.2/24. خب ما شما گفتیم که ما دو ویلن را در داخل سویچ ایجاد میکنیم که یکی عبارت از ویلن HR هست و دیگه عبارت از ویلن IT هست. با ویلن IT ما شما نتورکش مشخص کردیم و با ویلن HR هم. و نکته دیگه ای که ما شما باید کنفیگریشنش انجام بدیم اون نوع پورت است. در کل وقتی ما شما ویلن ها را کنفیگر میکنیم دو نوع پورت را ما شما می داشته باشیم که یکی اکسس پورت هست و دیگر ترانک پورت می باشد. اکسس پورت ها در حقیقت همو پورتی هست که یک ویلن به او اکسس می داشته باشد و در او این دیوایس ها وصل می باشد. پس مثلا در اینجا که ما شما در منزل SW1 در اینجا که ما شما یک لپتاپ داریم که او با سویچ SW1 وصل هست، لپتاپ ما شما عضو یک ویلن هست، عضو ویلن HR هست که شماره ویلنش 20 می باشد. پس اینمی پورت را ما شما اکسس پورت می باریم که این پورت شماره 24 هست. ای باید یک اکسس پورت باشه. اکسس پورت ها اما پورت هایی هست که معمولا با این دیوایس ها وصل می باشه، مثل کامرا، پرنتر، لپتاپ، دسکتاپ کامپیوتر ها با اینا وصل می باشه. و این پورت های ما شما فقط اکسس پورت ها فقط با یک ویلن اکسس می داشته باشن. این حال اگر ما شما یک سویچ داشته باشیم در نتورک خود مشکل نیست. اکسس پورت های ما شما در صورتی که عضو یک ویلن باشن اونا با یک دیگه ارتباط برقرار کرده میتونن. مثلا دیگه ما شما یک لپتاپ داریم فعلا مربوط HR، اگر قرار باشه در آینده ما شما یک لپتاپ یا کامپیوتر دسکتاپ دیگه را با این وصل بسازیم مثلا در پورت شماره 21 که هم عضو HR باشه، اینال اکسس پورت 21 با اکسس پورت 24 میتونه ارتباط برقرار بکنه. چرا؟ به خاطر اینا که اینا عضو یک ویلن هست. ولی وقتی ما شما بخوایم که از پورت شماره 24 با 22 که آی تی هست ارتباط برقرار بکنید، در این صورت ویلن های ما شما چون متفاوت را است سویچ ما شما اجازه را نمیده که ما از یک ویلن با ویلن دیگر اکسس داشته باشیم. خب گفتیم که در نتورک ما اگه یک سویچ باشه خب مشکل نیست. در صورتی که در نتورک مثل ما شما در دیزاین خود سه تا سویچ می داشته باشیم، باز در این صورت ما شما یک نوع پورت دیگر هم نیاز داریم که او عبارت از ترانک پورت هست. ما شما گفتیم ما دو نوع پورت ها را وقتی که ویلن را کنفیگر میکنیم می داشته باشیم، اکسس پورت، نوع دومش ترانک پورت هست.
ترانک پورت وقتی ما شما استفاده میکنیم که یک سویچ دیگر رو بخواییم با این سویچ خود وصل بسازیم و در اون سویچ ما شما هم امی ویلن ها باشه. مثلا ما شما اگر دیاگرام دقت بکنیم در SW1 ما دو تا لپتاپ داریم که یکیش مربوط HR هست دیگهش مربوط IT هست. این ویلن IT رو ما شما در SW2 در منزل دوم هم میداشته باشیم. اناله این ویلن ها را ما شما در سویچ های متفاوت می داشته باشیم. مثلا فرض بکنین یک زمان ما شما با SW3 یک سرور را بیاییم وصل بکنیم و این سرور ما شما مثلا فرض بکنین که عضو ویلن IT باشه، یعنی ویلن 10 باشه. اناله ما شما در سویچ SW1 هم ویلن 10 را می داشته باشیم و در سویچ SW3 هم ما شما ویلن 10 را داریم. وقتی که دو ویلن مشابه در سویچ های متفاوت با یکدیگر ارتباط برقرار میکنه، ضرورت هست که لینکی که بین دو سویچ هست این لینک ما شما یک ترانک لینک باشه. ترانک لینک باز او لینک را گفته میشه که دیتای تمام ویلن ها میشه از اون انتقال داده شود و هر وقتی که در اون لینک دیتای کدام ویلن انتقال داده میشه باید معلومات هم ویلن هم بالای دیتا اضافه شود. ما شما میفهمیم که سویچ ها بین یکدیگرشان فریم را ارسال میکنه. در فریم ما شما هیدر های متفاوت را داشتیم، ما شما اونا را خواندیم، مثل پریمبر، مثل SFD، مثل سورس مک آدرس، دستینیشن مک آدرس، ایتر تایپ و FCS. برای اینا یک تگ دیگه ایران وقتی که ما شما در ترانک لینک دیتا را یا فریم روان میکنیم یک تگ اضافه میشه. تگ معلوماتی است که معلومات ویلن ما شما میباشه. یعنی وقتی که سویچ SW1 دیتا را به SW3 ارسال میکنه باید ای را بگوید که این کدام مربوط کدام ویلن میشه. اینمی عمل که ام معلومات را بالای فریم اضافه میکنه ای را به نام تگینگ یاد میکنه. پس ما شما میگیم ترانک لینک امون لینکی هست که دیتای تمام ویلن ها از او انتقال داده میشه، برعکس اکسس لینک که در اکسس لینک فقط یک ویلن اکسس میداشت، در ترانک لینک تمام ویلن ها دیتایش انتقال داده میشه. ولی خود ترانک لینک عضو ایج ویلن نمی باشه. همیشه وقتی که دیتا بین دو سویچ از ترانک لینک انتقال داده میشه تگ یا معلومات همی ویلن بالایش اضافه میشه. مثلا بازم فرض بکنیم که دیوایس IT 1 که در سویچ SW1 وصل هست با دیوایس IT 2 که در سویچ SW2 هست میخوای ارتباط برقرار بکنه. اینا در سویچ ما شما وقتی یک فریم را از این دیوایس ما شما به دست آورد، از IT 1 به دست آورد، او فریم را سورس مک آدرسش هم میخوانه و دستینیشن مک آدرس. وقتی دستینیشن مک آدرس اخوان میبینه که باید دیتا را با سویچ SW3 روان بکنه. اینا رو پیش از اینکه همین فریم را که از IT 1 به دست آورده بره با SW3 ارسال بکنه، اولین کاری که انجام میده ای هست که بالایش تگ ویلنش اضافه میکنه، میگه این مربوط ویلن 10 میشه. پس وقتی تگ اضافه کرد سویچ SW3 وقتی این فریم را به دست آورد، برالایی که سورس مک و دستینیشن مک آدرس شا میخوانه، معلومات تگ هم میخوانه، معلومات هم میخوانه که این مربوط ویلن 10 هست. پس هم تگ را ریموف میکنه، پاک میکنه، سورس مک و دستینیشن مک میبینه، دستینیشن مک وقتی که دید SW3 میفهمه که رو باید با SW2 ارسال بکنه. چرا در کام تیبل و مک تیبل از این مک آدرس IT2 ذخیره هست. پس از دیتا رو وقتی با SW3 روان میکنه، SW3 دوباره باز این فریم را تگ میکنه که این مربوط ویلن 10 میشه. وقتی SW2 فریم را به دست آورد، در این صورت بالای از فریم معلومات تگ هم میباشه، میفهمه که این مربوط ویلن 10 میشه، یعنی باید به ویلن 10 را پاس بده و پس از سورس مک و دستینیشن مک میخوانه دیتا یا فریم را به IT 2 میده. پس ما شما دو نوع پورت را می داشته باشیم که اکسس پورت هست و ترانک پورت هست. اکسس پورت در جاهایی کنفیگر میکنیم که فقط یک ویلن در اوج اکسس داشته باشه و ترانک پورت در جاهایی کنفیگر میکنیم که قرار باشه چندین ویلن به اوج اکسس داشته باشه یا دیتای چندین ویلن در لینک ارسال شده بتانه. پس ما شما معمولا ترانک لینک را بین سویچ های استفاده میکنیم و اکسس لینک یا اکسس پورت را با این دیوایس های اضافه استفاده میکنیم و گاهی اوقات حتی در سرور های ما شما اگر تکنولوژی ورچوالایزیشن را تطبیق کرده باشیم، ما بازم به اوجه مثلا اگر سرور ما شما در داخلش چندین VM وصل باشه، قسمی که هر VM ما شما با یک ویلن متفاوت باشه، باز در اون صورت ما شما این لینک هم میتونیم که ترانک لینک کنفیگر بکنیم. یا ما شما در باز در بخش های کنسپت وایرلس ما شما اینو میخوانیم که هر وقتی که ما شما یک اکسس پوینت را با سویچ وصل میکنیم و قرار است که او اکسس پوینت ما شما چندین ویلن در داخلش موجود باشه یا در اوج ما شما چندین SSID را داشته باشیم که هر SSID مربوط به یک ویلن جداگانه باشه، بازم ضرورت است که ما شما با این اکسس پوینت هم پورت خود را ترانک کنفیگر بکنیم. خب حالا ما شما میریم در داخل همین سه سویچ خود ویلن ها را ایجاد میکنیم و با کامپیوتر ها از ویلن مربوطی شاید که آدرس میتیم و پس از اون ما شما ارتباطات اینا را با یکی دیگه شان تست میکنیم.
خب فعلا ما در داخل سویچ SW1 قرار داریم، قسمی که شما در توپولوژی هم میبینین. در داخل SW1 ما شما در گلوبال کانفیگریشن مود میریم، پس ما دیگه انیبل تایپ میکنیم. بیاین اول ما شما معلومات ویلن ها رو ببینیم، قسمی که درس قبلی گفتم به خاطر اینکه معلومات ویلن ها رو ببینیم. کمند شو ویلن بریف هست. حالا اگر ما شما در این قسمت بریف IEF دهی قسمت اگر ما شما انتر بکنیم، قسمی که شما میبینین دهی قسمت ما شما یک ویلن بای دیفالت میداشته باشیم که او رو بنام دیفالت ویلن یاد میکنه. بعضی از ویلن های دیگه هم از قبل ایجاد شده که معمولا اینا به خاطر اولد تکنولوژیز هست و دیگه قسمی که میبینین فعلا اکتیو هست ولی ان سپورتد، یعنی این ویلن ها را فعلا این سویچ ما شما سپورت کرده نمیتونه که معمولا شماره اینا 1002 و 1003 و 1004 و 1005 هست. ما این شماره را هم گرفته نمیتونیم و شماره یک هم گرفته نمیتونیم. پس ما شما گلوبال کانفیگریشن مود میرین، دیگه اول ویلن ایجاد میکنیم. به خاطر اینکه ویلن را ایجاد بکنین از کمند ویلن استفاده میکنیم. وقتی شما اگه دیگه قسمت کوشن مارک بانین شما میتونیم که از 1 الا 4094 ویلن آیدی را شما انتخاب بکنیم. پس ما شما میگیم که ما میخوایم یک ویلن ایجاد بکنیم شمارهش باشه 10. وقتی که شما کوشن مارک را بزنید دیگه ما شما به ویلن خود کانفیگریشن های متفاوت را داده میتونیم. چیزی را که ما شما در اینجا انتخاب کرده میتونیم نام هست، پس ما شما میگیم نام از این ویلن ما شما، چون ما گفتیم ویلن ده آی تی هست پس نام از این ما شما آی تی میمونیم. حال ما شما از این مود اگزیت میشیم، از ویلن مود یک ویلن دیگه ایجاد میکنیم که شمارهش 20 باشه و نام از این ویلن ما شما اچ آر باشه. پس ما شما در داخل سویچ SW1 دو تا ویلن ایجاد کردیم که یکی ویلن 10 بود که مربوط آی تی میشد و دیگر ویلن 20 بود که مربوط اچ آر میشد. اینال ما شما ضرورت داریم پورت های خود کانفیگر کنیم. پس ما میگیم که دو تا پورت ما شما که عبارت از پورت 24 و 22 هست اینا اکسس پورت هست. پس ما شما میگیم که انترفیس اگر میخواستین به یک پورت برین، انترفیس فاست 0/24 قسمی که شما در توپولوژی میبینین ای انترفیس ما شما عضو ویلن اچ آر هست. پس ما شما دی قسمت میگیم که سویچ پورت مود اکسس، یعنی مود سویچ ما شما یا مود امپورت ما شما اکسس پورت باشه. قسمی که شما دیگه میبینین ما شما میتونین یک پورت را اکسس پورت کنفیگر بکنیم یا ترانک پورت. یک پروتکل وجود داره به نام دی تی پی یا داینامیک ترانکینگ پروتکل که ما شما اینو بعدا میخوانیم انشالله. از طریق از این میتونیم به صورت داینامیک ما شما پورت های خود با اکسس یا ترانک سیو بکنیم. پس ما شما دیگه منوالی کنفیگر میکنیم که سویچ پورت مود اکسس، یعنی این پورت ما شما یک اکسس پورت هست. پس از ما شما میگیم که سویچ پورت اکسس ویلن، چون ما گفتیم که هر پورت سویچ ما شما کو اکسس پورت باشه فقط و یک ویلن اکسس می داشته باشه. اینا رو ما شما میگیم سویچ پورت اکسس ویلن، یعنی با کدام ویلن اکسس داشته باشه. اگر کوشن مارک بانید دیگه شما میتونید که شماره ویلن تا بتین. مثلا ما میگیم که چون این مربوط اچ آر میشه ما خواهی، پس ما شما میگیم که سویچ پورت اکسس ویلن 20، یعنی فقط با ویلن 20 اکسس داشته باشه. دیگه پورت را که ما شما داریم که در لپتاپ آی تی یک وصل هست، پس ما شما در قسمت میریم بگیم انترفیس فست ایدرنت 0/22، چون در 0/22 قسمی که در توپولوژی میبینیم آی تی 1 یا لپتاپ آی تی 1 وصل هست. پس ما شما بگیم که سویچ پورت مود اکسس، شما میتون کمند هایتان بسیار خلاصه هم تایپ بکنیم. مثلا اگر ما دیگه SW تایپ میکنیم نمایندگی سویچ پورت میکنه، ام از مود و ام از اکسس. پس می شما میفهمین کمند های شما را اوتو کمپلیت هم می سازه و میگیم سویچ پورت اکسس ویلن شما را ده، مثلا چون آی تی یک ما شما در ویلن ده قرار داره. خب در قسمت ما شما اکسس را اکسی هم می تیم که تشخیص شد سویچ پورت اکسس ویلن شما را ده. خب این دو پورت را ما شما اکسس پورت کنفیگر کردیم. پورت فاستی زیر سلشمانی که با جانب سویچ SW3 وصل است این یک ترانک پورت باید باشه. پس ما شما در این پورت میریم میگیم انترفیس فاست 0/1 سویچ پورت مود ترانک. پس ما شما ضرورت داریم که این را ترانک پورت کنفیگر بکنیم. انتر میکنیم در این قسمت، قسمی که ببینید پورت سویچ ما شما ترانک کنفیگر شد. این حالا ما شما از اینجا اگزیت میشیم و اگزیت دیگه اولا معلومات ویلن ها را اگر میخواستین ببینین میگیم شو ویلن بریف. قسمی که دیگه میبینین ما شما دو ویلن را ایجاد کردیم، ویلن 10 که مربوط آی تی میشه و ویلن 20 که مربوط اچ آر هست و دو پورت به این اساین شده که فاستی 0/22 هست و فاستی 0/24 هست. برای از این ما شما میتونیم که پورت های خود هم ببینیم. میگیم شو انترفیس فاستی 0/22
سویچ پورت، یعنی ما میخواییم که انترفیس فست دیرو سلاش 22 را کنفیگریشن های پورت سویچ شو ببینیم که چی چیزا هست. در این قسمت شما میبینیم که ادمنستریتیف مود استاتیک اکسس، یعنی ادمین ایرا خودش کنفیگر کرده که یک اکسس پورت باید باشه. و قسمی که میبینید میگه این پورت ما شما به ویلن 10 اکسس داره که نام ویلنش IT هست. ایرا هم ما شما کنفیگر کردیم، میتونیم که معلومات پورت دیگه را هم ببینیم که عبارت از پورت شماره 24 هست. اگر ما شما دیگه قسمت 24 را ببینیم، قسمی که میبینیم پورت ما شما استاتیک اکسس کنفیگر شده و میگه که به ویلن 20 یا HR اکسس می داشته باشه. و همچنان اگر پورت فست 0/1 را ما شما ببینیم، فست 0/1 سویچ پورت، این پورت را ما شما ترنگ کنفیگر کردیم. پس کنفیگریشن های ما شما در داخل SW1 انجام شد. حالا میریم ما شما در داخل SW2 هم کنفیگریشن خود ما شما انجام میدیم. خب پس ما شما همراه SW2 وصل هستیم. در قسمت اگر بیاییم ببینیم میگیم شو ویلن گریف، معلومات ویلن ها را. قسمی که میبینیم هیچ ویلن بجز از دیفالت ویلن ها وجود نداره. پس ما شما گلوبال کنفیگریشن مود میریم. در قسمت اول یک ویلن ایجاد میکنیم، ویلن 10، و نامش میگیم که نامزی IT باشه. ضرور نیست که در سویچ های ما شما نامشان یکسان باشه، ولی نمبرشان باید یکسان باشه. مثلا اگر به خاطر IT ما شما ویلن در در نظر گرفتیم، باید در تمام شن، ولی به خاطر از اینکه به خاطر مدیریت آسان خوب است که نامای از اینا رو همیشه ما شما یکسان بدیم. ویلن دیگه داشتیم 20 و نام از HR بود. HR. خب پس ما شما به این هر دو هم نام دادیم، هم ویلن هایشان ایجاد کردیم. در این سویچ ما شما یک پورت وجود داره که عبارت از انترفیس فست 0/24 هست. ای از اکسس پورت است. چرا دیگه IT 2 لپتاپش وصل هست که یک اکسس پورت است. پس ما شما میگیم سویچ پورت مود اکسس و سویچ پورت اکسس بکنه ویلن شماره در، چون این لپتاپ ما شما هم مربوط ویلن شماره 10 است. و این در قلمی لپتاپی هست که ما شما فعلا امرایزی وصل هستیم. میایم به می ما شما IP آدرس هم میتیم به می لپتاپ خود. پس ما به خاطر ما شما در رن میریم. در قسمت NCPL و CPL تایپ میکنیم و انتر میکنیم تا نتورک کنکشن های ما شما را با ما شما باز بکنه. در قسمت بالای ایدرنت ما شما دبل کلیک میکنیم و در قسمت پراپرتیزش میریم و در TCP/IP ورژن 4. در قسمت ما شما میتونیم به IP آدرس شه اساین بکنیم. IP را ما شما دید در نظر گرفتیم مطابق توپولوژی ده 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 دو هست با سبنیت ماسک 255.255.255.0. پس از این ما شما اوکی میگیم و اوکی. خب ما شما به این کمپیوتر خود IP آدرس دادیم. یک پورت ما شما باقی مانده که او را باید ما شما ترنگ کنفیگر کنیم. به خاطر گلوبال کنفیگریشن مود میریم، با انترفیس فست 0/1 از سویچ میریم که سویچ SWT ما شما هست. میگیم سویچ پورت مود ترنگ، یعنی منوالی ما شما ای را چی کنفیگر کردیم؟ ترنگ کنفیگر کردیم. با این ترتیب ما شما باید در این توپولوژی خود در سویچ SW3 هم ما شما ویلن ها را کنفیگر کنیم. ولو اگر هیچ دیوایس مربوط به هیچ ویلن دیگه سویچ ما نباشه، بازم ضرورت داریم کنفیگر بکنیم، چون تمام ارتباطات ویلن های ما شما از طریق همین سویچ SW3 انجام میشه. وقتی که سویچ SW1 اگر دیتا را به SW3 ارسال بکنه، در صورتی که SW3 نالج ویلن را نداشته باشه، باز ارتباطات ما شما موفق نمی باشه. پس به خاطر ما شما ضرورت داریم که SW3 را هم ما شما ویلن ها را داخلش کنفیگر بکنیم. به خاطر امروز SW3 ما شما وصل میشیم. خب حالا ما شما در داخل سویچ SW3 هستیم، با پریویلیج مود میریم و پس از اون با گلوبال کانفیگریشن مود. خب پیش از اینکه کار انجام بدیم بیاین معلومات ویلن ها را ببینیم. شو ویلن بریف، بجز از دیفالت ویلن هیچ ویلن دیگه وجود نداره. پس ما شما در این قسمت میریم یک ویلن ایجاد میکنیم، ویلن شماره 10 نامش میتیم ما شما IT، و همچنان ویلن شماره 20 نامش ما شما مشخص میسازیم HR. این دو ویلن ما شما ایجاد کردیم. دو پورت داریم که رو باید ما شما کنفیگر بکنیم. یکی انترفیس فست 0/1 هست که با جانب سویچ SW2 هست، میگیم سویچ پورت مود ترنگ. و یکی انترفیس فست 0/11 هست، پس این رو میگیم سویچ پورت مود ترنگ. از این ما شما اگزیت میشیم و اگزیت میریم در دو لپتاپ دیگه که در سویچ SW1 وصل هست، که یکیش مربوط HR میشه، دیگهش مربوط IT، با اونا هم ما شما IP آدرس اساین میکنیم. خب ما شما در لپتاپ IT1 قرار داریم که در سویچ SW1 وصل هست. به این ما شما میریم IP آدرس اساین میکنیم. در قسمت رن میریم NCP.CPL تایپ میکنیم و پس از در قسمت ایدرنت ما شما دبل کلیک میکنیم. در پروپرتیز ای کمپیوتر میریم و در TCP/IP ورژن 4 و در قسمت ایجا ما شما یوز دا فالوینگ IP آدرس به صورت استاتیک به IP میتیم که IP ما شما در نظر گرفتیم مطابق توپولوژی 10.1 هست. پس ما شما سفر پاس که 255 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
اوکی. از این قسمت کلوز میکنیم و ایرم کلوز میکنیم. این حال ما شما اگر در رن بریم و در این قسمت CMD رو ما شما تایپ بکنیم، خب دیگه ما شما میگیم پینگ آی پی را که به لپتاپ آی تی دو در منزل دو دادیم، دیدیم که آی پیش ده 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 دو بود، پس ما شما انتر میکنیم. قسمی که میبینین ارتباطات اینا کاملا با هم دیگهشان موفق هست. با این ترتیب ما شما میریم در داخل لپتاپ اچ آر و برو هم ما شما آی پی ادرس شو اساین میکنیم و ارتباطات شو با اینا تست میکنیم که باید موفق نباشه، یعنی نتونه اینا با یکی دیگهشان ارتباط برقرار بکنه. خب ما شما در داخل لپتاپی هستیم که مربوط به اچ آر میشه و در سویچ از دبلیو 1 وصل هست. ما شما در قسمت رن میریم، این سی پی دات سی پی ال تایپ میکنیم، انتر میکنیم. پس از این ما شما در قسمت ایدرنت میریم و با این قسم که در توپولوژی هم ما شما آی پی ادرس ها را میبینیم، با این آی پی 20.20.21 را ما شما در نظر گرفتیم. پس آی پی زیر ما شما 20.20.21 ست میکنیم با سبنت پاس که 255.255.255.0 و ما شما میفهمیم که مربوط ویلن اچ آر میشه. پس از این ما شما اوکی میگیم و اوکی و در قسمت ما شما کلوز میگیم. حالا اگر ما شما در قسمت رن بریم CMD تایپ بکنیم و در این قسمت ما شما اگر حال بخوایم پینگ بکنیم، اول خو ارتباطات اینا برقرار نمیشه با دیگر ویلن ها، به خاطر از اینکه ما شما میفهمیم که دو نتورک متفاوت هست و سویچ ها نمیتونن که دو نتورک متفاوت را با یک دیگه شان و سویچ ها نمیتونن که دو نتورک متفاوت را با یک دیگه شان وصل بسازه. بر علاوه از او اگر ما شما در این قسمت حال برادکست را هم اگر ما شما انجام بدیم، بازم این برادکست ما شما بس دیوایس های دیگه که در آی تی هست اتفاق نمیفته، در نتیجه پرفورمنس نتورک ما شما بسیار خوب می باشه. از قسمی که دیدیم دیوایس های آی تی با یک دیگه ارتباط برقرار کرده میتونه و اچ آر با اونا ارتباط برقرار کرده نمیتونه. در صورتی که دیوایس دیگه داشته باشیم که مربوط اچ آر باشه، باز در صورت میشه که دیوایس ما شما با او ارتباط برقرار کنه. میریم ما شما یک تغییرات هم انجام میدیم. این عبارت از این هست که میریم امی لپتاپی که در منزل دو هست که آی تی 1 نامش هست، او را ما شما مربوط ویلن 20 میسازیم و از ویلن 20 برش آی پی آدرس میدیم. باز ارتباطات شب با این ما شما تست میکنیم که آیا با این میتونه ارتباط برقرار کنه یا خیر. پس ما شما در داخل همون لپتاپ میریم این تنظیمات را انجام میدیم. خب میریم ما شما به خاطر از اینکه ما این لپتاپ خود را از ویلن 20 بسازیم، ما شما همراه سویچ از دبلیو 2 وصل میشیم. خب حالا ما شما همراه سویچ از دبلیو 2 وصل هستیم. دیگه میریم ما شما با اینترفیس فاست 0/24. پیشتر ما شما دیدیم که این عضو ویلن در بودان میگیم سویچ پورت مود اکسس و سویچ پورت اکسس داشته باشه با ویلن شماره 20 که مربوط اچ آر شما. این حال ما شما در قسمت رن میریم این سی پی دات سی پی ال تک میکنیم، آی پی زیر ما شما تغییر میتیم، در قسمت ایدرنت میریم و پس در قسمت پراپرتیز و انترنت پروتوکول ورژن 4. در این قسمت ما شما با ای آی پی 20.20.20 دور در نظر گرفتیم. پس از این ما شما اوکی میگیم و اوکی. حالا اگر بخواییم ارتباط زیر ما شما همراه لپتاپ مقابل ما شما 20.21 که در سویچ از دبلیو 1 وصل است ارتباطات شما تست بکنیم، در قسمت رن میگیم سی این دی و پس از این ما شما میگیم پینگ 20.20.20.1. قسمی که میبینید ارتباطات اینا موفقانه انجام شد. پس این بود روشی که چطور ما شما ویلن ها را در داخل سویچ ها ایجاد بکنیم، به اونا نام بتیم، نمبر بتیم و پورت ها را به ویلن ها اساین بکنیم. خب امید است این ویدیو براتون مفید واقع شده باشد. تا ویدیوهای بعد، الله حافظتان.